یکی بود یکی نبود. داستان سه عشق، نوشته پوران فرخزاد. شنوندگان عزیز، در قسمت‌های گذشته داستان براتون تعریف کردم عاطفه دختر دلپاک و مهربان برای رفتن به دانشکده از فارس به تهران میاد و در خانه آقای گرانمهر، یکی از اقوام دورش، اقامت میکنه. گرانمهر دختری به نام نغمه و پسری به نام قباد داره و علاوه بر اون از مادرش راضیه هم نگهداری میکنه. عاطفه به زودی با افراد خانواده میجوشه و کاری میکنه که همه او را از صمیم دل دوست میدارند. در زلزله لار پدر و مادر عاطفه کشته میشند و دخترک که جز چند قوم و خویش دور کسی رو نداره مجبور میشه در خانه گرانمهر بمانه. چندی بعد نغمه به عاطفه اعتراف میکنه که با جوانی به نام ارژنگ در یک مهمانی آشنا شده و به او دل باخته. چندی بعد هم قباد در دام عشق دختری به نام زمرد اسیر میشه. زمرد دختر سهند یکی از مالکین معروفه. او از سالها پیش با گرانمهر که مقاطع کار ثروتمندی است اختلافاتی داره و کارشون به دادگستری هم کشیده شده. به همین علت بر سر راه ازدواج قباد و زمرد موانعی به وجود میاد. در این گیرودار مرد ناشناسی هم چند بار به خانه گرانمهر میاد و گرانمهر دچار سکته قلبی میشه و افراد خانواده هم میفهمند که او از درد ناشناسی رنج میبره. قباد که از مخالفت پدرش با ازدواج با زمرد ناامید شده تصمیم میگیره منزل پدری رو ترک کنه، ولی عاطفه با سرسختی بسیار راه وصال دو دلداده رو صاف میکنه. بعد از پایان مجلس نامزدی عاطفه عشقی رو که نسبت به قباد در دل داره به راضیه خانم اعتراف میکنه و از راضیه خانم میخواد که اون راز رو برای همیشه مخفی نگه داره. چندی بعد عاطفه چون متوجه میشه که نغمه از دوری ارژنگ رنج میبره، با زحمت زیاد خانه ارژنگ رو پیدا میکنه و به اونجا میره و در اونجا میفهمه که ارژنگ صاحب زن و بچه است و قصدی جز فریفتن نغمه نداشته. نغمه از شدت اندوه بستری میشه و دکتر هومان که جوان برازنده است کمر به معالجه او میبنده. حال گرانمهر باز به هم میخوره و در بستر احتضار به قباد پسرش میگه که ورشکست شده و حتی خانه مسکونیشون را هم مجبور شده به یکی از طلبکارها که همون مرد ناشناسه واگذار کنه. بعد از مرگ گرانمهر، زمرد که از ورشکستگی خانواده قباد با خبر شده نامزدیش رو با او به هم میزنه. قباد دچار تب شدید عصبی میشه و دکتر هومان او رو به مریضخانه منتقل میکنه. در صحنه آخر داستان عاطفه و مادر بزرگ به خدا روی میارند و از خدا میخوان که یکی از درهای بسته رو به روی آنها باز کنه و دو روز بعد عاطفه جان تو گوشی رو بردار. چشم مادر بزرگ. الو، سلام آقای دکتر. متشکرم، خوبم. بله، نغمم حالش خوبه. خب راست میگین؟ پس قباد تبش بریده؟ نمیدونیم چقدر خوشحالم کردین. بله حتما میام. متشکرم. خداحافظ. دکتر هومان بود؟ بله، مادر بزرگ میگفت حال قباد خیلی بهتر شده. خدایا شکرت، خدایا صد هزار مرتبه شکر. منم باید همین الان به مریض خونه برم، میخوام قباتو ببینم. منم میام عاطفه جان. باشه، من و شما و نغمه با هم میریم. من الان لباسمو میپوشم و حاضر میشه. اینجا عاطفه. آره، چی شده؟ برات از دادگستری اختیاریه آوردم. چی؟ اختیاریه؟ از دادگستری برای چی؟ مگه من چیکار کردم؟ اینا هاش، بگی نگاه کن. بذ ببینم. خدا کنه خبر بدی نباشه. خدایا چی میبینم؟ نه اصلا باور کردنی نیست. چی میگی عاطفه؟ چی شده؟ اون تو چی نوشته؟ خدایا اون مرد رحمت کن، او رو به بهشت ببر. عاطفه مگه دیوونه شدی؟ تو داری از کی حرف میزنی؟ من اصلا نمیدونم چی بگم، اصلا نمیتونم فکر کنم. دارم دیوونه میشم. خدایا به تو پناه میبرم، من که سرگیجه گرفت. عاطفه ده حرف بزن دیگه. من میدونستم
میدونستم خدا به دادمون میرسه، میدونستم دعاهامون اثر میکنه. اما خدایا من نمیخواستم با مرگ کس دیگه خوشبخت بشم هیچ وقت. دختر جان چی شده؟ چرا نمیگی چی شده؟ لطفعلی خان عموی مادرم مرده، اون خیلی پول دار بوده و حالا تمام ثروتش به من رسیده. آدم چه حرفا میشنوه، پس چرا تا حالا از این عمو با من حرفی نزده بودی؟ مادر بزرگ من خودم هیچ وقت این عمو رو ندیدم، فقط از مادرم شنیدم که عموی پولداری دارم که یکی از خانهای بختیاریه. بله منم چند دفعه از بابام شنیده بودم که مادرت عموی پولداری داره. نگاه کنین، نگاه کنین ببینین تو این اختیاریه چی نوشته. معلوم میشه ارثی که به من میرسه خیلی زیاده، میفهمین خیلی زیاد. بهت گفته بودم دختر جان که خدا بالاخره یکی از درهاشو بروی ما باز میکنه. راست راستی که معجزه شد. با وجودی که هرگز لطفعلی خانو ندیدم، از مرگش واقعا متاثرم. خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزدش. قصه نخور دختر جان، اینجور آدم ها هرگز نمیمیرن. مادر بزرگ به هر حال دیگه از حالا نباید قصه داشته باشیم. این مرد با این عمل همه قصه های ما رو تموم کرد. بله دختر جان بله، تو دیگه حالا یه دختر ثروتمند و همه چیز تمومی. مادر بزرگ شما میدونین که من خودم به پول اصلا اهمیت نمیدم. میدونم من میخوام همه این پولا رو صرف خوشبختی شماها بکنم. میخوام با این پول زندگی از دست رفته شما رو به صورت اول در بیارم. میخوام قباد و خوشحال کنم، میخوام کاری کنم که نغمه دو مرتبه بخنده. عاطفه جون تو چقدر خوبی. عاطفه یک فرشته. بلنشین شما باید به مریض خونه برین و به قباد مژده بدین، بعدم خود من میام و با قباد صحبت میکنم. من که از خوشحالی نمیدونم چیکار باید بکنم. منم همینطور، ولی من فقط دلم میخواد قباد و زودتر خوشحال ببینم. خب پس چرا همه با هم نریم؟ علتش اینه که میدونین من حالا خیلی هیجان دارم، میخوام مدتی در خیابون را برم و کمی خرید کنم و بعد به دیدن قباد بیام. حتما میخوای برای قباد چیزی بخری. دیگه ازم چیزی نپرسین مادر بزرگ، شماها برین منم بعد میام. خیلی خوب دختر جان، خیلی خوب، برو برو و همیشه یادت باشه هر چی که داری از ایمانیه که به خدا داری. درسته مادر بزرگ. بله برو. خدا رو شکر که شما رو خوشحال میبینم. درست آقای دکتر، بعد از مدت ها امروز همه جا رو زیبا میبینم، زمین و آسمان و درخت ها رو، شکوفه ها رو. بوی بار همه جا رو پر کرده. ببینم نغمه خانم، حالا که حال برادرتون کاملا خوب شده و دیگه از اون حیث ناراحت نیستین، نمیخواین به خودتون فکر کنین؟ چی میگید؟ باز میخواید اون حرفا رو تکرار کنی؟ با مادر بزرگتون حرف زدم، انگار همه با این موضوع موافقند، ولی چیزی که بیشتر از همه برای من مهمه میل خود شماست. بهتر نیست بازم مدتی صبر کنی؟ آخه چرا؟ چه اشکالی در میونه؟ من باید ایمانمو به دست بیارم، تا این ایمانو پیدا نکنم نمیتونم برای شما همسر خوبی بشم. خب اینطور که پیداست عقیدتون تا اندازه ای عوض شده. میدونی من در مدت ناخوشی برادرم در شما فضائلی دیدم که تقریبا در هیچ کس ندیده بودم. چی میگین؟ شما با وجودی که میدونستید وضع مادی ما چه صورتی داره، برادرمو در بیمارستان بستری کردی، تمام وقتتونو صرف اون کردی و اون از دیوانگی که تهدیدش میکرد نجاتش دادید. این انسانیت شما در من واقعا اثر گذاشت و نظرمون نسبت به مردا عوض کرد. نغمه خانم من کاری نکردم، فقط وظیفه انسانی ما انجام دادم. چطور کاری نکردی؟ همین امروز رئیس بیمارستان به من گفت که شما صورت حساب برادرمو پرداختی. خواهش میکنم اصلا از این موضوع حرف نزنین، چون من واقعا ناراحت. خیلی خوب دیگه از این موضوع حرف نمیزنم، ولی یادتون باشه که من هیچ وقت نمیتونم این نیکی شما رو فراموش کنم. قباد فردا از مریض خونه مرخص میشه. بله. خب و من از شما میخوام که فردا شب برای شام به خونه ما بیاید. با کمال میل دعوتتون رو قبول میکنم و از اینکه منو جزو اعضای خانواده خودتون حساب کردین ازتون تشکر میکنم. خواهش میکنم، بیاید با هم به اتاق برادرم بریم.
این روزا وضع روحی او جوریه که نباید تنها بمونه. خیلی خوب، خیلی خوب، بیاد بریم. مادر بزرگ. چیه عزیزم؟ بیدارین مادر بزرگ. آره دختر جان، امشب دیگه از خوشحالی خوابم نمیبره. مادر بزرگ، من اومدم با اتون مشورتی بکنم. بنشین دختر جان، بنشین ببینم چی میخوای بگی. میدونید من خیال میکردم میتونم قبادو با پول خوشحال کنم. خب ولی همونطور که میبینین اون همونجور افسرده و غمگینه و از دیروز تا حالا که به منزل اومده یک کلمه با کسی صحبت نکرده. همینطوره دختر جان، همینطوره. منم الان تو همین فکر. من یه فکری کردم. چه فکری دختر؟ شما میدونید زمرد چرا قبادو ترک کرد و به طرف پسر کهنپور رفت؟ خب البته دختر جان، البته، برای اینکه نوه من ثروتشو از دست داد. خب خب، پس حالا میتونیم کاری کنیم که زمرد دو مرتبه به طرف قباد برگرده. میخوای چیکار کنی عاطفه؟ مادر بزرگ، شما که از همه چیز خبر دارین. میدونین من فقط برای اینکه قباد خوشحال سعادتمند ببینم زندم. خب من نمیتونم قباد با این حال ببینم. هر وقتی که او رو با اون صورت افسرده و چشمای بی‌نور میبینم حس میکنم که قلبم داره تیکه تیکه میشه. آرام باش دختر جان، آرام. مادر بزرگ، من خیال دارم فردا صبح به خونه زمرد برم. خب تمام پولی رو که بهم رسیده هدیهش کنم و ازش بخوام که دو مرتبه به طرف قباد برگرده و پیمانی رو که شکسته دوباره تشدید کنه. اون دختر اینقدر ارزش نداری که تو به خاطر اون خودتو کوچیک بکنی. مادر بزرگ، مادر بزرگ، غرور من در مقابل عشقی که به قباد دارم خیلی بی ارزش و حقیر. نه خیر، هیچ اینطور نیست. دختری مثل تو قدر قیمتش زیادتر از اونه که با دخترهای امثال زمرد روبرو بشو از اونا خواهش بکن. تو رو به خدا این حرفا رو نزنین. من میخوام قباد رو نجات بدم. قباد زمرد دوست داره و بی اون نمیتونه زندگی کنه. زمرد دختری نیست که بتونه نوه من خوشبخت بکنه. اون جز زرق و برقای زندگی چیز دیگه رو نمیتونه ببینه. اینجور زن ها مثل سم خطرناکن و مردا رو مسموم. با وجود این مادر بزرگ، قباد زمرد دوست داره و این عشق داره اونو نابود میکنه. درسته، درسته، قباد داره از بین میره. اما اینو بدون که اگه با زمردم عروسی بکنه آیندهش بهتر از این نمیشه. چند روز بهت بیشتر نداریم. با وجود همه حرفایی که زدین من میخوام فردا صبح به خونه زمرد برم و هر جور شده باشه اونو راضی کنم و کاری کنم که قباد خوشحال کنه. ای من عمر زیادی کردم، آدمای زیادی رو دیدم، ولی تا حالا آدمی مثل تو رو ندیدم. تو واقعا از خوبی و مهربونی لنگه نداری دختر جان. مادر بزرگ دعا کنی، بازم مثل اون شب دعا کنید که فرد شب زمرد و قباد به هم برسن. خیلی خوب دختر جان، خیلی خوب، دعا میکنم. چشم. بیداری قباد جان. بله مادر بزرگ. چرا اینقدر فکر میکنی؟ مگه میخوای خودتو نابود بکنی؟ ازتون خواهش میکنم مادر بزرگ، سر به سر من نذارین، بذارین تنها باشم. قباد جان من نمیتونم تو رو اینقدر غمگین و قصه دار ببینم. گذشته گذشته مادر بزرگ، امسال هم عزاداریم هم قصه دار. درسته پسر جان، درسته که ما عزاداریم. مادر بزرگ، راستی عاطفه کجاست؟ عاطفه خونه نیست. کجا رفته؟ قباد پسر جان، من میخوام باهات حرف بزنم. تو هم باید حرفای منو گوش بدی. مادر جان گفتم که راحت هم بذاری. پسر جان قضیه خیلی مهمه. خیلی خوب بگی. گوش کن قباد جان، من میدونم که تو زمرد دوست داری، اما باید بهت بگم که زمرد لیاقت عشق تو رو نداره. خواهش میکنم مادر بزرگ. ببین ببین، تو چشم و گوش بسته عاشق دختری شدی که یک ذره معنویت نداره، یک ذره تو رو دوست نداره. دختری که تا فهمید تو بی پول و ورشکست شدی نامزدیشو با تو به هم زد و بی چشم و رویشو به تو نشون داد. اینا رو خودم هم میدونم. ببین میخوام ازت یه سوالی بکنم.
پسر جان، تا حالا با چشمای واز عاطفه رو نگاه کردی؟ هیچ وقت فهمیدی که این دختر چه قلبی داره و چطور مثل فرشته ها پاک و معصومه؟ بله بله، همیشه فکر کردم، همیشه پیش خودم گفتم که کاش زمرد مثل عاطفه بود، همون قدر مهربون، همون قدر دلپاک و فداکار. پسر جان، میگن عشق آدمو کور میکنه، اما نه هر عشقی. تو عاشق بر روی زمرد شدی، بهت قول میدم اینجور عشقا هیچ دوامی نداشته باشه، اما اگه تو دختری مثل عاطفه رو دوست داشتی، دیگه تا آخر عمر هیچ غمی نداشتی، هیچ وقتم به این روز نمی افتادی. من یک کلام از شما پرسیدم عاطفه کجاست؟ شما این همه حرف سرهم کردین و به من تحویل دادین. چرا نمیخوای علتشو بدونی پسر جان؟ خیال میکنی من واسه چی این حرفا رو به تو زدم؟ نمیدونم. قباد، تو انگار چشمات بسته است، هیچ چیزو نمیتونه بگی. چی میگی مادر بزرگ آخه؟ قباد، تو چطور تا حالا نفهمیدی که عاطفه عاشق توه؟ عاشق و همه این کارا رو به خاطر عشقی که به تو داره میکنه. چی میگی؟ عاطفه عاشق منه؟ بله. نه، این غیر ممکنه. برات قسم میخورم پسر جون، قسم میخورم که دروغ نمیگم، این دختر از همون روز اولی که تو رو دید عاشق شد و الانم. چه اینطور؟ بله. پس عاطفه منو دوست داره و همه این کارها رو به خاطر عشقش میکنه؟ بله. خداوند، خداوند. ببین، این دختر اینقدر خودداره که تا حالا نذاشته هیچ کس دردشو بفهمه، فقط منم که میدونم اون چی میکشه. این دختر چقدر فداکاره، چقدر با ارزشه، چقدر فهمیده و دلپاک و مهربونه، اونقدر که آدم از مصاحبتش سیر نمیشه. بله. اون زن نیست، یه فرشته است، یه پری. درسته. ولی افسوس. گوش کن، از من پرسیدی که عاطفه کجا رفته، ها؟ میدونی عاطفه کجا رفته؟ نه. اون رفته پولاش رو پاهای زمرد بریزه. چی میگه؟ به اون التماس کنه، ازش خواهش بکنه که به طرف تو برگرده و با تو آشتی بکنه. او میخواد با این کار تو رو خوشحالت بکنه پسر. خداوندا، این چه جور زنیه؟ آخه کدوم زنی میتونه تا این حد فداکار باشه؟ قباد، چشماتو واز کن. تو الان بر سر یک دوراهی رسیدی پسر جان. به طرف زمرد نرو. اگرم زمرد راضی شد و به طرف تو برگشت، دیگه بهش اعتنا نکن. زمرد پسر جان لیاقت بزرگواری تو رو نداره. این حرفو از مادر بزرگ پیرت قبول کن پسر جان، قبول کن. مادر جون، آخه پس چی کار کنم؟ عشق تو به زمرد عشق بد عاقبتیه پسر، آینده تو رو خراب میکنه. تو یه زنی میخوای مثل عاطفه، زنی که تو رو مثل یه بچه تر خوش بکنه، زبون تو بفهمه، به پول اهمیتی نده و نخود تو رو فدای پول بکنه. مادر جان، آخه مگه شما نمیدونین که من زمرد پسر جانم، پسر عزیزم، از همین الان اون عشقو تو دلت بکش، از خواب بیدار شو، چشماتو واز کن، به خاطر یک دیو یک فرشته رو عذاب نده پسر. راست میگی، به خدا راست میگی، به خاطر یک دیو نباید یه فرشته رسد. زمرد یه دیو بود، یه دیو. خب، من دیگه چیزی نمیگم، فقط ازت میخوام که یک کمی فکر کنی و تصمیمتو بگیری. خب؟ خب مادر جان. آمدی دختر جان. مادر بزرگ. ها. مادر بزرگ، نمیدونین چقدر خوشحالم. چی شده؟
مادر بزرگ براتون دو تا خبر خوش دارم. دو تا خبر خوش؟ خب بگو. بالاخره نغمه رو راضی کردم و بنا شد امشب که دکتر اینجا میاد بهش بله رو بگه. خیلی خوب. و بعد از مدت عزاداری با هم عروسی کنن. راست میگی عاطفه. بله مادر بزرگ. دیگه خیالتون از طرف نغمه راحت باشه. خیلی. چون از این به بعد مردی مثل دکتر هومان بالای سر اونه. خب امیدوارم خدا عمرت بده دختر. واقعا من از یه قصه بزرگ نجات دارم. و اما یه خبر دیگه. خب اون مادر چیه؟ مادر بزرگ نمیدونین چی کشیدم تا تونستم زمرد رو راضی کنم. آها خب پس راضی شد. تا وقتی بهش نگفته بودم که قباد دو مرتبه پولدار شده به هیچ نحوی حاضر نبود حرف قباد رو بشنوه و دائما از پسر کهنپور حرف میزد. خب اما تا فهمید که وضع عوض شده یه دفعه قیافش عوض شد و لحن حرف زدنش هم تغییر کرد و خیلی زودتر از اون چه فکر میکردم راضی شد که آخ چقدر از این دختر بدم میاد. من که نمیفهمم شماها چی چی تو این دختر دیدین که دائما از خوشگلیش حرف میزنی. به نظر من خوشگل که نیست هیچی. اصلا خیلی هم زشت و بدترکیبه. خیلی هم بدترکیبه. شما دیگه نباید از اون اینطور حرف بزنی. هرچی باشه زمرد قراره به زودی عروستون بشه. هیچ کس از آینده خبر نداره دختر جان. هیچ کس. من حرفامو زدم و باهاش قرارمو گذاشتم. قراره چی؟ که چی قراره؟ قراره من و نغمه و قباد امشب به خونه زمرد بریم. نه خیر قباد مریضه نباید از جاش تکون بخوره. نه خیر نمیتونه بیاد. بهتون قول میدم همچین که حرف زمرد رو بشنوه حالش خوب بشه و را بیفته. تازه من دوست ندارم قباد تو خونه نباشه. مادر بزرگ شما چقدر بهانه تراشی میکنی. علتشو خیلی خوب میدونی دختر جان. بله میدونم. ولی من و شما باید خودمونو فراموش کنیم و بیشتر از همه چیز به سعادت قباد فکر کنیم. عروسی با این دختر قباد سعادت من نمیکنم. به هر حال بهتر خود شما برین و به قباد بگین که نه خیر من این کارو نمیکنم. چرا مادر بزرگ؟ علتشو بعدن میفهمی. خب پس چیکار کنم؟ پس خود من میرم بهش میگم. اما آخه با زمرد قرار گذاشتیم که هیچ وقت قباد نفهمه من این کارو کردم. با وجود این بهتره خودت همه چی رو برای قباد تعریف بکنی. البته اگه دلت نمیخواد حرفی بزنی نگو، هیچ رو بهش نگو. اما فعلا جوری وانمود بکن که خود زمرد پشیمون شده و برگشته. بله بسیار خوب. با وجودی که از دروغ گفتم بدم میاد همین کارو میکنم. همین الان میرم و قباد خوشحال میکنم. برو دختر جان برو. امیدوارم که به آرزوت برسی. تو یاتفه؟ قباد قباد حالت چطوره؟ بیا بیا بشن اینجا. بیا از ساتالا کجا بودی؟ هیچ جا. مدتی دانشکده بودم. خب. بعدم رفتم به خیابونا سری بزنم قباد جان. نمیدونی خیابونا چقدر شلوغن. میدونم قباد. میخوام یه چیزی بهت بگم. بگو. میدونی قباد من امروز زمرد رو تو خیابون دیدم. خب ما با هم خیلی حرف زدیم. یعنی زمرد میخواست که با من حرف بزنه. قباد اینجور که من فهمیدم زمرد از رفتاری که با تو کرده خیلی پشیمونه و دلش میخواد که دلش چی میخواد؟ دلش میخواد که با تو آشتی کنه. عجب. اون به من گفت که بعد از دست دادن تو فهمیده که بی تو نمیتونه زندگی کنه. حالا ولی هر چی کرده نتونسته خودش رو راضی کنه. راضی کنه که به سراغ من بیاد و ازم پوزش بخواد. بله همینطوره. نقشت رو خیلی قشنگ بازی میکنی. چی میگی قباد؟ خیلی قشنگ. بس دیگه کافیه. دیگه نمیخوام حرف اون زنی که کثیف و دلسیا بشنوم. بس. ولی تو اشتباه میکنی قباد. زمرد فقط یه کمی بچه است. اون خودش به من گفت که کافیه. تو خیال میکنی با یک بچه طرفی. میخوای منو گول بزنی؟ قباد خیال میکنی من هنوزم خوابم؟ قباد گوش قباد کن. گوش کن. من دیگه از خواب بیدار شدم. حالا با چشمهای باز اطرافم رو نگاه میکنم. دیگه میتونم واقعیات رو حس کنم. برای اینکه اون رویایی که همیشه با من بود نابود شد. مرد. تو داری چی میگی قباد؟ اون دیو سیرت دیگه برای من مرد. برای همیشه مرد. یعنی در حقیقت اون همون روز که چهره واقعیش رو به من نشون داد برام مرده بود. ولی من به علت ضعف اراده هنوزم از خیال او رنج میکشیدم. بیهوده ولی امروز یک دفعه از اون خیال خالی شدم.
چون زمرد واقعی رو میشناسم، اون افعی سرچشم و زهرالود رو خوب میشناسم. اما تو خودت یه روز میگفتی که زمرد پریه توی عاطفه پریه رویاهای من دختریه که قلبش مثل آبهای چشمه صافه، روحش از آینه شفافتره، معنی عشق و انسانیت رو میفهمه. خدایا تو داری چی میگی؟ اون دختری که به خاطر من غرورشو میشکنه و به خونه یک دختر سبک مغز میره و تمام ثروتش رو روی پاهاش میریزه قباد. و با التماس از اون دختر میخواد که به طرف من برگرده و منو نجات بده، پری رویاهای من. قباد. اون پری رویاهای من. عاطفه جان، جان دلم، حالا اسم میکنم که تو زیباترین دختر روی زمین. حالا که با چشمهای باز تو رو میبینم تازه میفهمم که در تمام این مدت کور. و حالا یک دفعه چشمام به روی تو باز شد، به روی یک حقیقت روشن، به روی یک حقیقت درخشان. قباد شاید من دارم خواب میبینم. نه ابدا خواب نیستی که خواب ببینم. من و تو هر دو بیدار هستیم، هر دومون بیداریم و هر دو باید با چشمای باز به طرف آینده بریم. قباد خداوند، پس تو بالاخره فهمیدی که بله همه چیز فهمیدم. خدایا همه چیز فهمیدم. خدایا من بیا جلو ببین، بیا از این پنجره درخت‌ها رو که شکوفه کردن نگاه. بله قباد، باغ پر از شکوفه شده. عاطفه قلب منم شکوفه باران شد، حس میکنم که دیگه اون قباد سابق نیستم، دارم به طرف یک بهار جاودانی پیش. خدایا چقدر خوشبختم. آیا راسته که من این حرف رو از زبون تو میشنوم؟ بله راسته، اون چرا که میگم از ته قلبم میگم. حالا که اینطوره قباد جون، بیا با هم به باغ بریم، یه دست شکوفه بچینیم و با هم به اتاق مادر بزرگ بریم. بریم شکوفه بچینیم و به مادر بزرگمون هدیه کنیم. خدا هم خوشحال میشه اگر ببینه که بندگانش خوشبختن و قدر خوشبختی رو میدونن. بریم قباد. بریم عزیزم، بریم جان دلم.